موج شاهنشاه آریامهر خلیج فارس را پشت سر می‌گذارد و در فرودگاه ریاض به زمین می‌نشیند. اعلی حضرت ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی از برادر خود اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر استقبال می‌نماید. رهبران بزرگ ایران و عربستان سعودی، روابط مودت و دوستی دیرینه دو ملت مسلمان ایران و عربستان را بیشتر متجلی می‌سازد و نشانه شکوهمندی از همبستگی‌های دیرینه آنان به شمار می‌رود. کوشیدند تا به برکت دوستی های متقابل و به سابقه روزگاران گذشته روابط مودت انگیز دیرینه را حفظ کنند و بر استحکام آن بیفزایند. حضرت ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی ضیافتی به افتخار شاهنشاه آریامهر ترتیب می‌یابد. در سر میز شام اعلی حضرت ملک فیصل ضمن ابراز مسرت از تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر به کشور عربستان سعودی که آن را برای شاهنشاه مسافرت از میهن خود به میهن دیگرشان توصیف می‌نمایند، به ایمان راسخ و شجاعت کم نظیر شاهنشاه در رهبری کشور و ملت خیش و روش عالی و ارزشمند و افتخارآمیز شاهنشاه و دولت و ملت ایران در ایام سخت محنت و مصیبتی که بر برادران عربشان گذشته اشاره نموده اضافه می نمایند، در چنین عصر و زمانی که جهان دستخوش امواج سیاست‌های گوناگون شده است، ما نیز نیاز به وجود رهبری خردمندانه و سیاست مدبرانه نصیب رهبری و سیاست آن اعلی حضرت داریم و وقتی که آثار و نتایج چنین رهبری و سیاستی را در کشورتان می‌بینیم، غرق شادی و خوشبختی می‌شویم. اعلی حضرت اشاره فرمودند که ایران با اتخاذ رویه خود در موقعی که در بعضی از ممالک اسلامی پیش آمدهای ناگواری می‌شد، باعث سرور و قدردانی شده است. ایران چرا این کار کرد؟ به دو علت. اول، برای اینکه ما هم مسلمان هستیم. دوم، برای اینکه ایران همیشه در دنبال حق می‌ایستد. بیدارد که عموم مسلمین از عرب و غیر عرب در تحت تعالیم عالی اسلام دنبال حق بگردند و در پشت آن بایستند. یک سنت دیرینه محلی است که هنگام ورود میهمانی جلیل‌القدر مردم روستاهای عربستان به شادمانی و پایکوبی می‌پردازند. چند تن از شاهزادگان سعودی به برکت تشریف فرمایی شاهنشاه در مراسم شادمانی شرکت دارند.
شخی که مرقد مطهر رسول خدا حضرت محمد مصطفی را چون نگینی در بر گرفته است. شاهنشاه آریامن در میان یک استقبال پرشور به شهر مدینه وارد می شوند. مسجد النبی مورد بازدید شاهنشاه قرار می گیرد. شاهنشاه مرقد مطهر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت می کنند. مدینه منوره پناهگاه پیغمبر اکرم از ستم دشمنان بود و هم در این شهر بود که رسول خدا دید از جهان فرو بست و امروز مرقد مبارکش زیارتگاه مسلمانان جهان است. از قبرستان بقیع و نقاط تاریخی شهر مدینه دیدن می شود.